چرا فرمانده شفه هزاره خودش را دیوانه می گفت؟ با سلام و وقت بخیر، خوش آمدین به سنترال افغانستان یا تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی. من نصیر موحدی هستم و در این کلیپ به سوال بسیاری از شما مخاطبان عزیز جواب می دهم. چند ماه قبل ما گزارش ساختیم در مورد زادگاه قومندان شفه هزاره و در تیتر آن کلمه دیوانه نیز آمده بود، یعنی زادگاه قومندان شفه دیوانه، و داخل قوس نوشته بودیم هزاره. برخی ها انتقاد کردند که چرا به یک فرمانده که در قلب مردمش جا دارد کلمه دیوانه را به کار بردیم. برخی نیز سوال کرده بودند که چرا شفه قهرمان را دیوانه میگویند. در این گزارش میخواهم به این سوال شما جواب بدهم و آرزو دارم که تا پایان با ما همراه باشد. اگر از طریق فیسبوک ما را بیننده هستین، لطفاً کلیپ های ما را به اشتراک بمانید، و اگر از طریق یوتیوب ما را بیننده هستین و تازه به جمع پیوستین، جهت حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را بزنید. شفه حماسه سازی را نه به ارث برده بود و نه جایگاهش را یک شبه به دست آورده بود. محمد شفه در حدود سال 1343 در چنداول کابل چشم به جهان گشود. شفه تعلیمات ابتدایی را تا صنف ششم در مکتب پارسا در زادگاه خودش و صنف ششم تا دوازدهم را در لیسه انصاری با درجه عالی به اتمام رساند و فارغ التحصیل گردید. او در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل نیز درس خواند. اشاره کردم شفی یک شبه شفی نشد و او سالها زحمت کشید، تلاش کرد، خون دل خورد تا به آن جایگاه رسید. همزمان با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، سقوط دولت نجیب الله و آغاز جنگ‌های داخلی افغانستان، فرمانده شفی به زادگاه اجدادی خود در دره ترکمن رفت و در جنبش مقاومت مردم هزاره از فرماندهان ارشد در حزب وحدت شد. او یک نیروی منسجم ساخت که پایه‌های استبداد را به لرزه درآورد. حتما دوستان و مخاطبان گرامی ما که عمرشان بالای 35 سال یا 40 سال هست، نام غند دوم پیاده حزب وحدت را شنیدند. این همان نیروی مسلکی و دست پرورده شفه هزاره هست. اما سوال اصلی مخاطبان ما روی کلمه دیوانه بود. برخی ها از ما قهر بودند و ناسزا گفتند و فحش دادند و فکر کردند که ما به این نبرمرد تاریخ مردم ما و مقاومت مردم هزاره دیوانه میگوییم. اما این تخلصی بود که خودش انتخاب کرده بود، نه کسی دیگری، و در واقع ما و نه هیچ کدام از اعضای تیم سنترال افغانستان چون این کلمه ای را بر سر آقای شفیع هزاره و هیچ فرد دیگری نمانده بود. او با افتخار خودش را شفیع دیوانه میگفت. برخی مخاطبان ما طی تماس‌های تلفنی استدلال‌های روانشناختی را مطرح کردند و گفتند که نباید شفیع نامش را دیوانه میمان، و اگر او نامش را دیوانه مانده است، ما نباید بدان نام را یاد کنیم. از دید برخی شفیع با این تخلص به همه فهمان که واقعا دیوانه است و وضعیت روحی و روانی مناسب ندارد. اما بزرگان ما چی خوب میگوید: قبل از آن که راه رفتن کس را قضاوت کنید، کفش‌هایش را بپوشید و کمی راه بروید. مخاطبان عزیز، من نمیخوام در مقام مدافع شفیع دیوانه ظاهر شوم، چون شاید در آن حدی نباشم، اما میخواهم جواب خود شفیع را برای شما بخوانش بگیرم که سالها قبل و در زمان حیاتش بدان جواب داده بود، چون در آن زمان نیز خیلی ها سوال کرده بودند که چرا آقای شفیع نامت را دیوانه میمانی. او روزی گفته بود که مرا مرگ بیگانگان غرب کابل دیوانه کرده است. من مرگ جانگداز همسنگرانم را دیدم که چطور هدف راکت های کور دشمنان قرار گرفته و تیکه تیکه شدند. من هر روز ناله و فریاد بیوه زنان و مردان سال خورده را میشنوم که برایم در سنگر نان می آورند و مرا می بوسند و گریه کنان و ناله کنان شکایت می کنند که چطور منزلشان هدف گلوله های دشمن قرار گرفتند و فرزندانشان طعمه عریق و یا گلوله های زهر آگین دشمن شدند. نیروهای من روز صدها شهید را به قبرستان شهدا در غرب کابل انتقال می دهند و با دستان خود خیلی ها را دفن کردم و با دستان خودم بر کفنشان خاک ریختم و در حالی که همه عشق می ریختن آنان را دفن کردیم. در چنین شرایطی من دیوانه نشوم، کی دیوانه شود؟ آنانی که در تهران و قم و یا پشاور و کویته چکر می زنند، آنها دیوانه شوند؟ و یا آنانی که مزدور زر و زور هستند و خانواده هایشان در کشورهای بیرون چکر میزنند، و یا کسانی که تحت نام های گوناگون برای منافع کشورهای بیرونی آتش جنگ در کشور را دامن میزنند و این گونه بر مردم بیگناه گلوله شلیک میکنند،
من اگر دیوانه نشوم که شود؟ آنان که صاحب میلیون ها دلار شدند و پشت میزهای لوکس تنجی میکنند چه غمی دارد که دیوانه شوند؟ در جای دیگری گفته بود اگر میخواهید که از من در تاریخ چیزی بماند همین قدر بنویسید که من برای خود نجنگیدم و من انسان بودم، آن هم انسان سخت عاطفی. بگویید که با قانون ظالمانه در کشور من هر شفه باید دیوانه باشد نه دیگران. روزی خبرنگاری از شفه پرسیده بود و مردم چی پیامی داری و از آنان چی میخواهی آقای فرمانده شفه؟ در جواب گفته بود از مردم هیچ چیزی نمیخواهم، چون برای مردم هیچ چیزی ندادم که توانسته باشم از آنان چیزی بخواهم. من فرزندی از جامعه بودم که شخصیتم را جنگ ساخته است. با دفاع از مردم حداقل خواستم که این شخصیت را سالم بسازم. خبرنگار دیگری پرسیده بود که جناب فرمانده شفیع، نمیشد به جای کلمه دیوانه لقب دیگری بر خودت میگذاشتی که بوی عشق و دفاع از مردمت از آن میآمد؟ و البته این سوالی هست که خیلی از دوستان شما هم سوال کرده. شفیع گفته بود نه، از دیوانه بودن بوی جنگ میآید. من با دیوانگی خیش بوی هزار انسان بیگناه جامعه ام را احساس میکنم. شما هنوز جنگ را درک نکرده اید. جنگ بزرگترین دیوانگی بشر است. جنگ خودش جنون است. وقتی بر طفل 7 ماه در بطن مادرش فایر میکنند، دو دیوانگی را به اثبات میرسانند. یکی دیوانگی خشم و کینه و نفرت و تعصب و یکی دیوانگی کسی را که بی‌عاطفه است. بی‌رحمی و رذالت دیوانش میسازد. دیوانه بغض و کینه ها برای انتقام و تسلیت و قناعت خاطر جلاد میکشد. و دیوانه مردم که اگر نکشد ثابت کرده نمیتواند که بیرحمی میراثی نیست که تنها به قدرتمندان رسیده و مظلومان و بیکسان محکوم به محسومیت ابدی و آه و زجر کشیدن است. این قسمت سخنان فرمانده شفیع برای من بسیار جالب و عمیق بود. باز همین کلمه را تکرار میکنم. دیوانه مردم که اگر نکشد ثابت کرده نمیتواند که بیرحمی میراثی نیست که تنها به قدرتمندان رسیده و بیگناهان محکوم به محسومیت ابدی است. دوستان عزیز، در شرایط کنونی به چنین افراد نیاز داریم تا به طالبان و دشمنان خونخوار مردم افغانستان نشان دهد که مردم افغانستان محکوم به محسومیت و کشته شدن و ناله کردن نیست. ما به افسران، به جنرالان و به سربازان نیاز داریم که این گونه تفکر داشته باشند و به دشمن مشترک مردم افغانستان نشان دهند که قطعاً تنها آنها نیستند که کشتن بلدند. ما به افراد نیاز داریم و سربازان نیاز داریم که به اعتنا به مسائل این آن و به حرفای این آن کسی را که مردم را میکشند بکشد تا شاید حداقل امنیت در کشور بیایند و تسلای خاطر مادران و پدران شوند که جگرگوشه هایشان را در سراسر این سرزمین از دست دادند. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. شما می توانید که نظرات نیکتان را با ما در میان بگذارید، چه از طریق کامنت و یا هم از طریق واتساب ما که هر از گاهی در برخی ویدیوهای ما زیر نویس می شود. دوستان داریم تا درود دیگر و کلیپ دیگر. بدرود.